محمد جواد امان، مایکروبیولوژیست و پژوهشگر بیماری های عفونی از مریلند با ماست. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. وزارت بهداشت از شناسایی 25,000 مبتلا به ویروس HIV خبر داده و از تغییر الگوی این بیماری صحبت کرده و اینکه مبتلایان در واقع از گزارش رو شنیدید سهم زنان بیشتر شده در ابتلا به این بیماری و بیشتر از طریق آمیزش های جنسی این اتفاق افتاده. این تغییر الگو نشانه چیست؟ از کجا میاد؟ شما چطور میبینید این خبر رو؟ ببینید، در ایران متاسفانه به خاطر تابوهایی که وجود داشته و حساسیتهایی هم که خود حکومت داشته نسبت به این مسئله HIV، اصولا میزان تستی که انجام میشده همیشه خیلی پایین بوده و در نتیجه آمار هیچ وقت قابل اتکا نبود. الان که در طول 6 ماه گذشته 25,000 تا مورد جدید رو با به اصطلاح یک تلاش فعال و رفتن به میان مردم و تست کردن پیدا کردن، این نشون میده که در واقع مشکل HIV در ایران خیلی بزرگتر از اینی که تصور میشده. بر اساس آماری که سازمان بهداشت جهانی داره که با الگوهای آماری در واقع به دست آوردن، به طور متوسط میشه گفت تو ایران باید سالی حدودش نزدیک 60,000 مورد HIV وجود داشته باشه، که 60,000 مورد HIV در هر زمانی احتمالا وجود داره در ایران و سالانه هم تا 12,000 تا بهش اضافه میشه. و اگر اینا در طول 6 ماه 25,000 تا پیدا کردن، خیلی نزدیک میشیم به همون عددی که سازمان بهداشت جهانی میده. ولی سازمان بهداشت جهانی در ضمن میگه که در بدترین حالتی ممکنه بالای 130,000 نفر باشه در ایران. در مورد الگو، این الگوی انتقال، ببینید اصولا در الگوی انتقال بیماری HIV در تمام دنیا عمدتا رابطه آمیزش‌های جنسی هستش و حدود 10% فقط ناشی از استفاده تزریقی از داروهای مخدر. در نتیجه اگر که ایران واقعا الگوش تغییر کرده باشه که الان اینطوری شده، تازه داره میشه مثل بقیه دنیا. ولی من مطمئن نیستم که آیا این واقعا تغییر الگوه که اگه باشه شاید ربط داشته باشه به تغییرات رفتاری توی جامعه به خصوص بین جوونا، یا اینکه واقعا قبلا نمیدونستن درست و اصولا مسئله اینکه از طریق آمیزش‌های جنسی باشه و به خصوص در میون همجنسگرایان به خاطر تابو بودن برای حکومت شاید اونو سرپوش روش میذاشتن. و الان آماری که میشنویم دقیقا همون آماری که بقیه دنیا هم داره از درصدی که چقدرش ناشی از آمیزش جنسیه. و اینکه در آمار زنانش هم رفته بالا، من فکر میکنم که باز همون، یعنی شبیه شدن بیشتر به آمار جهانی. آی دکتر، در بسیاری از کشورها بیماری ایدز کنترل شده، چقدر فکر میکنید در ایران این امکان درمان وجود داره و این طرح تست رایگان و محرمانه که وزارت بهداشت اعلام کرده رو چطوری میبینید؟ چه تأثیری میتونه داشته باشه بر چرخه بیماری؟ یعنی کنترل بیماری ایدز که خیلی هم موفق بوده به دو دلیل هست. یکیش داروهای ضد رتروویرال هست که ترکیب 3 داروه که خیلی موثره، میتونه در عرض 6 ماه میزان ویروس رو در خون مریض در حد غیر قابل تشخیص بیاره پایین. و مسئله دیگه، مسئله یک رویکرد جدید در زمینه تست کردن بوده که بهش میگن رویکرد آپت آوت، یعنی در واقع شما یه تور خیلی بزرگی رو پهن میکنید و سعی میکنید که حد اکثر ممکن افراد رو بهشون دسترسی پیدا کنید و بهشون و سعی کنید ترغیبشون کنید تست بکنن. البته اگه نخواستن میتونن تست نکنن، به همین دلیل بهش میگن آپت آوت. قبلا مدل آپت این وجود داشته. حالا بر اساس این چیزی که الان گفته میشه توی این پویش جدید، میخوان همین سیستم آپت آوت رو در ایران پیاده بکنن که مسلما خیلی خوب هستش. یه مسئله دیگه ای که در ایران هستش، مسئله این رتروویرال دراگ ها، اینا یه گزارش هایی بوده در مورد که کیفیتشون خیلی خوب نیست و مشکل کیفیت تولید دارن، که اگر درست باشه اون یک مسئله جدی میشه. مسئله این که کنترل بکنن که این بیمارا داروهاشون رو به موقع بخورن. مسئله تست در دوره حاملگی یکی از مسائل مهمی که تو ایران هنوز ضعف وجود داره. بسم
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. محمد جواد امان، میکروبیولوژیست و پژوهشگر بیماری‌های عفونی از مریلند.